خانم مینا از چهارقلعه وزیرآباد. لطفاً بگویید نماز وحشت چند رکعت است و چطور خوانده می شود؟ نماز وحشت 2 رکعت هست که در شب اولی دفن میت خوانده می شه. یعنی امون روزی که میت دفن شده در امون شب اول بهتره که 2 رکعت نماز خوانده شوه به نام نماز وحشت. در رکعت اول بعد از سوره مبارکه حمد آیت الکرسی خوانده میشه. در رکعت دوم بعد از سوره مبارکه حمد 10 مرتبه سوره مبارکه انا انزلنا خوانده میشه و باقی نماز مثل نماز صبح است. رکوع، سجده، تشهد و سلام نماز وقتی داده شد بعد از سلام نماز باید دعا خوانده شود. اللهم صل على محمد و آل محمد و بعث ثوابها الى قبر فلانی پسر فلانی فلانی ابن فلانی، یعنی اسم اون میت را بگیره و اسم پدر اون میت را. این گونه اگر نماز وحشت خوانده شه بهتر است. سیاوش از پروانه 3: وقتی در نماز غلطی از پیشت رخ بدهد می توانیم نماز را متوقف سازیم یا خیر؟ در جواب سوال برادر عزیز می خواهم عرض بکنم، چون این سوال یک سوال مبتلا به هست، ممکن هست برای شما بینندگان عزیز هم این مسئله پیش بیاید و با این مسئله مواجه شوید. لذا قبل از اینه که من جواب سوال برادر محترم عرض بکنم، یک نکته خدمت شما عزیزان توضیح می دهم. اون نکته یه هست که واجبات نماز در حدود 11 تا هست، یعنی اجزای نماز اجزای واجبی نماز در حدود 11 تا هست که اونها عبارت هست از نیت، مثل اینه که انسان نیت میکنه 2 رکعت نماز صبح یا 4 رکعت نماز ظهر 4 رکعت نماز عصر. دیگری تکبیرات الاحرام که بعد از اینه که انسان نیت میکنه تکبیر میگه الله اکبر، یه هم از واجبات نماز هست. دیگری قیام، کسایی که عذر نداره واجب است که باید استاده نماز بخوانه. چهارمی رکوع هست، پنجمی سجده هست، ششمی ذکر هست که در رکوع و در سجده انسان ذکر میگه، هفتم هم سلام نماز هست که انسان نماز سلام بده، هشتم هم تشهد هست، نهم ترتیب هست، باید کارهای نماز را به ترتیب انجام بده، یعنی اول رکوع بعد از رکوع سجده یا اول تشهد بعد رکوع، اینطور نشه که یکی بعد از دیگری انجام بگیره. دهم هم موالات هست، کارهایی که انجام میده بلا فاصله انجام بده، یعنی موقعی که انسان رکوع میره بعد از رکوع بدونی که فاصله زیاد شوه باید به سجده بره، بین رفتن به رکوع و رفتن به سجده فاصله زیاد نباشه. 11 هم قرائت هست، مثل خواندن فاتحه و خواندن سوره. از این 11 جزء واجب بعضی هایشان رکنی هست و بعضی هایشان هم غیر رکن است. او اجزای واجب رکنی 5 تا هست، یکی نیت هست، یکی تکبیرات الاحرام هست، سومی هم قیام متصل به رکوع. قیام متصل به رکوع با کدام قیام گفته میشه؟ او قیام است که انسان از او به رکوع میره، یعنی او قیام قبل از رکوع به او قیام قیام متصل به رکوع میگه. و دیگری قیام در حال تکبیرات الاحرام گفتن، در حالی که انسان استاده هست باید تکبیرات الاحرام بگه، این قیام متصل به رکوع هست و قیام است که از ارکان نماز گفته میشه. و دیگری هم رکوع و سجود، اینها هم از اجزای رکنیه نماز هست، مابقی از اجزای غیر رکنیه هست. حالا اگر اشتباه در اجزای رکنی پیش بیایه، اگر این اشتباه عمدی باشه یا در اجزای غیر رکنی اشتباه پیش بیایه، این اشتباه عمدی باشه، اشتباه عمدی در نماز چه نسبت به واجبات رکنی باشه چه نسبت به واجبات غیر رکنی باشه، این سبب بطلان نماز میشه. اما اگر این اشتباه سهوی باشه، اشتباه سهوی هم فرق میکنه، یک مرتبه انسان متوجه اشتباه خود میشه قبل از اینه که وارد جزء دیگر یا قبل از اینه که از محل اون جزء بگذره. مثلا
کسی پیش از این که به سجده برسه متوجه میشه که رکوع را انجام نداده. خب گاهی برای انسان حالت پیش میاد قبل از اینه که رکوع بکنه مستقیم میره سجده. پیش از اینه که سر خود رو به سجده برسه، قبل از اینه که به سجده برسه و سر خود رو بالای مهر بگذاره متوجه میشه که رکوع نکرده. اینجا چون از محل رکوع تجاوز نکرده میتوانه بر بگرده رکوع خود را از سر انجام بده. اما اگر از محل رکوع گذشته سر خود را بالای مهر به سجده گذاشته متوجه شده که این رکوع را انجام نداده، در این صورت نمازشان باطل هست. نسبت به اجزای رکنیه همین حالت هست، یعنی اگر قبل از تجاوز محل باشه یادش بیاید میتوانه بر بگرده و جزء اثر انجام بده، اما بعد از تجاوز محل باشه در این صورت نمازش میشه باطل. اما اگر نسبت به اجزای غیر رکنیه باشه مثل تشهد، انسان خیلی وقتی این قسمی میشه که بلند میشه بعد متوجه میشه که تشهد رو نخونده، خب اینجا دوباره بر بگرده ای تشهدی رو که نخوانده ای را بخوانه بعد بلند شوه. یا اینه که وارد خواندن سوره میشه شک میکنه که من فاتحه و الحمد رو خواندم یا نخواندم، خب اینجا بازم میتوانه بر بگرده حمد رو بخوانه. یا قبل از اینه که به رکوع برسه شک میکنه که من سوره رو خواندم یا سوره رو نخواندم، در این صورت باز هم بر بگرده سوره رو، اگر بفهمه که سوره رو نخوانده خب بر بگرده سوره رو بخوانه. اما اگر به رکوع رسیده متوجه شد که من سوره را نخواندم، در این صورت دیگر لازم نیست، نمازشان صحیحه و نمیتوانه بر بگرده. یک مسئله دیگه ای که در این زمینه وجود داره و ممکن هست که منظور این برادر محترم از سؤال ای باشه که اگر یک اشتباه در نماز صورت میگیره آیا ما میتوانیم که نماز خود را قطع بکنیم از سر بخوانیم یا نه. ای اگر وقت وسیع باشه و وقت برای خواندن نماز دوباره باشه مشکل نداره، میتواند که نماز خود را قطع بکنه و نمازشان را از سر بخوانه. محمد امین حسنی از غزنی: آیا خواندن یک نماز وحشت برای دو میت کفایت میکند یا برای هر میت نماز جداگانه بخوانند؟ خدمت برادر محترم عرض میکنم که برای هر شخص که از دنیا رفته یک نماز وحشت خوانده شوه. یعنی نمیشه که ما برای یک شخص چند نماز وحشت بخوانیم و یا یک نماز وحشت را برای چند نفر بخوانیم. اگر به قصد استحباب شرعی همچو کار انجام شوه این درست نیست. اما اگر کسی بخواهد از برای چند شخص یک نماز وحشت بخوانه و به قصد ثواب و به قصد رجاء ثواب و امید ثواب کار انجام بدهد اشکالی نداره و درست است. خانم فرزانه: لطفاً بگویید نماز ماه شعبان چگونه خوانده می شود؟ در پاسخ سوالی خواهر محترم می خواهم عرض بکنم، طبق نقل شیخ عباس قومی صاحب کتاب مفاتح الجنان، دو رکعت نماز در هر روز پنجشنبه ماه شعبان مستحب. کیفیت خواندن این نماز به این صورت هست که در هر رکعت بعد از خواندن سوره حمد 100 مرتبه سوره توحید خوانده میشه و بعد از سلام نماز 100 مرتبه هم درود بر پیامبر و آل پیامبر فرستاده می شود. آیا سجده های واجب قرآن را باید فوری انجام دهیم؟ اگر تأخیر شود مشکلی دارد؟ آیا سجده کردن بر ناخن دست ها جایز است؟ در جواب خواهر خود عرض کنم، اگر انسان خودش آیه هایی که سجده واجب داره قرائت می کنه و تلاوت می کنه و یا کسی دیگر تلاوت میکنه و انسان گوش میدهد، باید بعد از تلاوت کردن و بعد از گوش دادن به آیه سجده فوراً سجده کنه، یعنی سجده را باید به تأخیر نیندازه. اما اگر فراموش کرد و سجده کردن یادش رفت، هر موقعی که یادش میآید باید سجده واجب قرآن را انجام بدهد.
نکته دیگری که شما پرسیدید در مورد نحوه سجده واجب قرآن هست. بنابر احتیاط واجب باید انسان پیشانی را بر چیزی که سجده بر آن صحیح هست بگذارد. سجده بر زمین و چیزهایی که از زمین می روید، منتها خوردنی و پوشاکی نیست، صحیحه و بهتره که بر خاک سجده شود. و از او بهترتر اینه که بر تربت حضرت سید شهدا ابو عبدالله الحسین علیه السلام سجده شود. بنابراین در سجده واجب قرآن باید انسان در صورت امکان حتما پیشانی را بر خاک یا چیزی دیگری که سجده بر او صحیح هست بگذارد. اگر خاک یا چیزی که سجده بر او صحیح هست برایش ممکن نباشه، میتواند بر فرش یا لباس خودش سجده کنه، و اگر او هم ممکن نبود میتوانه که به پشت دست یا بر انگشت دست خود سجده نماید.